بسم الله الرحمن الرحیم. طالبان چوک و تندیس شهید مزاری را در کابل تخریب کرد. عالم و آدم از آنها انتقاد کردیم، بله فراموش کردیم که آنها یک تندیس و چوک را تخریب کردند. ما در طول سالها شخصیت، آرمان و راه شهید مزاری را تخریب کردیم و حتی با او افتخار کردیم. بدون شک نیت طالبان در این کار مشخص است و آن هم له کردن غرور مردم ما و از بین بردن جایگاه و پایگاه شهید مزاری و افراد چون مزاری هست. ولی ما چی میتوانیم؟ عزیزان هموطن، طالبان دیشب تاریخ 31 سنبله چوک شهید مزاری را تخریب کرد و روند تخریبش ساعت 10 آغاز شد و ساعتها هم دوام داشت. بدون شک طالبانی که خود مزاری را حذف کرد پروای نام و تندیس و چوک را هم ندارند. این مسئله مردم هزاره را بدون شک به شدت ناراحت کرد و اقوام دیگر هم البته ما شاهد بودیم که به این مسئله واکنش بسیار تند نشان داده و این اقدام طالبان را محکوم کردند. ما در ادامه می‌خواهیم که در نخست در مورد علت و انگیزه این اقدام طالبان کوتاه صحبت کنم. البته باید قبول کنیم که ما بیشتر از طالبان مزاری و آرمان مزاری رو تخریب کردیم و خوب است که از این رویدادها درس بگیریم و بیشتر تخریب نکنیم مزاری رو و خود ما رو تخریب نکنیم. و در اخیر به عنوان راه حل از دید خودم هم چند مورد رو من بیان میکنم، شما هم ممکن با حرفای من موافق باشید یا نباشید. عزیزان، این که طالبان شب هنگام اقدام به این کار کرد نیز بیانگر طرز طالبان از مردم و هواداران و حتی نام و جایگاه شهید مزاری در بین مردم است. این نیت طالبان در قبال تخریب تندیس تا حدی آشکار می‌شود که اونها چرا شب هنگام این کار را کرد. طالبان حتی از نام مزاری و شخصیت‌های چون مزاری می‌ترسند، چون می‌تواند این افراد و حتی نامشان برای مردم محور واقع شود و زمین ساز سقوط حکومت تک قومی، تک جنسیتی، تک زبانی، تک مذهبی و تک جریانی این گروه شود. اگر غیر این بود چرا روز تخریب نکرد؟ و یا چرا با این شتاب میخواهند چنین نمادهای را اینها تخریب بکند؟ طالبان میترسند چون نام و شخصیت‌های محبوب چون شهید مزاری یا مسعود یا افراد دیگر که بین مردم جایگاه و پایگاهی دارند، مردم روزی به جاده ها و به سنگر ها در برابر طالبان بکشاند. طالبان این را، یعنی تخریب چوک شهید مزاری را، به بهانه سرک و نقشه شهرداری انجام داد. ولی در هر حالتش نمیتوان نیت پست و شومشان را پنهان کند، زیرا قرار است نام این چوک را هم البته اینها به چوک دشت برچی تغییر بدهند. اگر مشکل نقشه و سرک بود قطعا میتوانستند تندیس را بدون تخریب در وسط چوک قرار دهد و محوطه اطراف آن را بردارد و حداقل نام چوک را حفظ میکردن. حتی اگر تندیس بزرگ بود میتونست به صورت محترمانه به جای دیگه منتقل بکنه و این را صحبت میکردن با نمایندگان مردم و با علما، یک راه حل پیدا میکرد که امو احساسات مردم جریحه دار نمیشد. اگر چنین نبود مثلا چرا تندیس بابا را در بامیان تخریب کردن؟ اینا نمونه دیگه شان هستن و دشمنی آشکار اینها را با مزاری و پیروان و راه و آرمان مزاری نشان میدن. قطعا رویش طالبان نیز خشونت است و نیتشان از این خشونت نیز سرکوب اقوام و مخالفانی خودشان به شکل تحقیرآمیز است. میخواهد نشان دهد که زور دارند و این کار را میکنند و میتوانند و دوست دارند غرور مردم را له کند. و طالبان چون فکر میکنند که سرکوب و خشونت مخالفانش هر قدر شدیدتر باشد زمینه ای را فراهم میسازد که آنها رام شود و زمینه ساز تداوم قدرتشان در افغانستان گردد، که من فکر میکنم این اشتباه هست و میتونه برعکس واقع شود. در چنین شرایط و با شناختی که از طالبان داریم، گلایه و شکوه درد را دوا نمی کند و سوی برخوردها و سخنان احساسی نیز نه تنها که راه حل نیست، بلکه میتونه مشکلات را در افغانستان و مشخصا برای هزاره ها بیشتر هم کند. فراموش نکنیم که مزاری تندیسی سنگی و یا چوبی و یا یک عکس روی بیلبورد نیست، هرچند که این تندیس ها و این عکس ها به خودی خود یک ارزش برای مردم داشت. و چون هر زمانی که ما مثلا سر کار می رفتیم یا از کار برمی گشتیم یا از ولایت های دیگه به کابل می آمدیم، با دیدن او خود به خود باید شهید مزاری می افتادیم، باید آرمان های شهید مزاری می افتادیم و ای در ذهن مردم
و در چشم مردم بیشتر دیده میشد و تصور میشد. بنابراین طالبا با همین نیت هم که بیشتر در چشم مردم نباشه و در دید مردم نباشه، این تندیس را تخریب کرده است. ما امروز از کار طالبان و از این اقدام طالبا خیلی متاثر شدیم. شاید بودیم در شبکه اجتماعی واکنش‌های مردم را، ولی از حق نگذاریم جفایی را که ما پیروان شهید مزاری و مشخصا میراثدارانش کرد با شهید مزاری و آرمانهایش، هیچ بیگانه و هیچ طالب و هیچ دشمنی نکرد. با سخنان، راه، آرمانها و برنامه‌های شهید مزاری چه خیانت‌هایی که نشد و چی سوء استفاده‌هایی که حتی از اینها نشد متأسفانه. از نام و نشان و حرف‌هایش استفاده کردیم، سوء استفاده کردیم تا به صدارت و مشاورت و ولایت و وزارت برسیم. تجلیل سالیات‌های شهید مزاری در کابل و در ولایت‌های مختلف به شکل سمبولیک و به شکل رقابتی بیانگری همین واقعیت بود و هست. امروز بچه هزاره که برخشان تحصیل کرده نیز هستند، بدون بررسی و شناختی از شهید مزاری و آرمان‌هایش، با عکسی او و با نام او به دیگران توهین میکنیم، به دیگران میتازیم، بر اقوام دیگر با آنها حتی دشنام میتیم و این خودش متاسفانه بیشتر از آن که طالب چوک شهید مزاری را تخریب بکنه، مزاری و هزارها را تخریب میکنه و در معرض خطر و آسیب قرار میدهد. همچون افراد و همچون جوانهایی که حتی ما تاکید میکنیم یک بخششان تحصیل کرده هم هستن، بدتر از طالبان و بدتر از دشمنان مزاری و آرمانهایش به هزاره ها را آسیب رسانده و تخریب کرده و تخریب میکنن. من میخوام مستقیم بگویم جوانهای هزاره که از این مسئله خشمگین شدن، یک تعداد شاهد هستیم که نقدهای خیلی خوبی نوشتن، ولی تعداد انگشت شمار را، خصوصا اونهایی که در تیک تاک یک بخششان فعالیت خیلی خوب ملاحظه هم دارن، آمدن امروز متاسفانه به پشتونها دشنام دادن و که من این کارشان را خلاف باورها، ارزشها و آرمانهای شهید مزاری میدانم و قطعا خلاف ارزشها و آرمانهای شهید مزاری هست. جوانی که عکس مزاری رو در بک‌گراندش میماند و بعد به اقوام دیگر دشنام میدهد و یا تبلیغ دین ستیزی میکند، این افراد یا مزاری رو نشناختن یا دنبال سوء استفاده از مزاری و نام مزاری هست. من کار ندارم که شما دوستای عزیز که کلیپ میبینید دیندار هستین یا بیدین هستین، اسلام خوب میدانید یا بد میدانید، اصلا از دید شما دین خوب هست نیست، با این کار ندارم. بس اینجاست که مزاری خودش یک فرد عالم بود، عالم دین هم بود، ملا بود، دیندار بود، باورمند به عدالت بود، دموکراسی بود و بر اهمیت وحدت در افغانستان تاکید میکرد و بارها گفته بود که راه حل افغانستان جز همپذیری هیچ چیزی نیست. اگر ما غیر از این کار بکنیم و در جهت مخالف قدم بردن، در واقع آرمان های شهید مزاری را ما بیشتر از طالب متاسفانه آسیب زدیم. حالا شاید یک عده از دوستا بگه که دینداری با دموکراسی در تضاد است، که من فکر میکنم باز هم از دید من و برداشتی که من دارم، این افراد یا تعریفشان از دموکراسی اشتباه است یا بنه میخواد که هر چیزی را که امو تعریف ذهنی خودش هست را بر دیگران تحمیل بکنه و امور درست بپنداره مثل طالب. دموکراسی به معنای نفی دین نیست، یعنی دموکراسی در تضاد با دین نیست. البته از دید ما هست، برداشتی که ما دارم، شاید خیلی ها حالا ایست لای خود داشته باشه و بگه که نه تو دروغ میگی، که تو اصلا چنین چیزی نیست، یا ما رو بگه که تو اصلا از دموکراسی یا از دین شناخت نداری. کسانی که برخلاف آرمان های شهید مزاری تبلیغ میکنن و عکس او را در بک‌گراندش چاپ میکنند، قطعا پیرو مزاری نیست. اگر با همان عکس و با همان نام به بقام دیگر بتازد و یا به این و آن دشنام بدهد و یا برخلاف آرمان ها و اندشه های شهید مزاری حرکت کند، بلکه نفرات در واقع خیانت میکنه به مزاری. اقوام افغانستان بدون شک نیازمند برادری، برابری و وحدت میان هم هستند و در غیر این صورت نفع همدیگر بحران افغانستان را متاسفانه طولانی تر خواهد کرد. من شاید کوچکتر از آن باشم که پیشنهاد کنم، ولی فکر میکنم که در قدم نخست ما باید جلوی خودسری ها و استفاده جایی های خودی را بگیریم. ما هنوز به بند رفاقت و ملاحظات گیر ماندیم و اشتباهات فاحش همدیگر را به دلیل اینکه هزار است میگیم ازش میگذریم. این یک واقعیت است، بدون شک اجاب میکند تا حدی کنار هم باشیم، یک ضرورت است و مشکلات کم کاسته های همدیگر را بپوشانیم، ولی نباید از سوء استفاده جویی ها با نام مزار یا با نام هزاره بگذریم یا کسایی که با این نام با احساسات مردم بازی میکنند. باور من هزاره ها و مشخصا جوانان تحصیل کرده هزاره در مورد نحوه بیان و گفتارشان در قبال اقوام دیگر افغانستان
و حتی شخصیت‌های خودی تا حد تجدید نظر بکنن. در بالا نیز ما به این مسئله اشاره کردم که یک بخش جوانان ما به شکل بسیار افراطی پیش می‌روان و در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کنن که این جامعه را، این جامعه هزار منظور محسن بیشتر از گذشته آسیب پذیر می‌کنه، چون بسیار تبلیغات‌ها خصوصا در تیک تاک ما شاهد هستیم که منفی هست و بار منفیشان به مراتب چند برابر بار مثبتشان هستند. هدف اینجا بود که ما باید در رفتار و گفتار خود یک تغییرات کلی را به وجود بیاریم و به این مسئله جدا باید فکر بکنیم. من میخوام با یک مثال آغاز بکنم که طالبان اکثریت مطلقشان پشتون هستند و از سوی دیگر هم یک بخش قابل توجه، شاید 60-70% پشتون ها هم از طالبان حمایت میکنند، اما یک بخش دیگری پشتون ها با طالبان هم مشکل دارند. ولی ما میخوام صاف بگم یک تعداد از جوانان ما همین ملاحظات مد نظر نداشتن و ندارن، و اگر جای کوچه ها و طالبان دست به غصب سرزمین های ما میزنن و یا ظلم میکنند، آن را به کل پشتون ها برچسب میزنن و میگه که از الف تا ی هرچی پشتون است بد است. خب درست نیست. قدن و آدم پشتون هست، قدن طالب هم پشتون هست، ولی بسیاری پشتون ها می لحظه در ننگرهار، می لحظه در جنوب به دست طالب ها کشته می شن، علیهشان به پا می خیزه، دختران پشتون در جاده ها رفته تظاهرات کرده بازداشت شده، سرشان تجاوز شده، خیلی هایشان کشته شده و علیه اندیشه و تفکر طالب اینها استادگی کرده. ما نمی تونیم این فداکاری های اونها را نادیده بگیریم و این درست نیست که ما بیم کل طالب ها را یا کل پشتون ها را همشان باید چشم ببینیم. حقیقتا این مسئله هست که یک بخش اندک از جوانان ما مد نظر نمیگیره، هرچند که جامعه هزاره الحمدلله تحصیل کرده هستند و اکثریت مطلقشان به این مسائل واقف هستند. ولی خوب خواهد بود که این مسائل رو باید بگیم و امون جوانان ما که چون حرف های احساساتی رو مطرح میکنه نباید حمایتشون بکنیم به هر نحو ممکن. و مهمتر از همه که ما باید به فکر ایجاد یک مرکز یا اتاق فکر باشیم. این یک ضرورت مطلق برای هزاره خاص. من فکر میکنم بالاخره ما این مسیر میپیمیم، دور یا دیر یا زود، ولی چی بهتر که زودتر این مسیر بپیمیم، چون قطعا میتونه به ما کمک بکنه تا زودتر به هدف خود برسیم. ما برای بقای خود به این مسئله نیاز داریم و یک مسئله بسیار حیاتی هست. ما باید یک آدرس قدرتمند، آدرس مشخص و آدرس با برنامه داشته باشیم تا جلوی این همه مشکلات هزاره ها و مشخصا میتونیم اشاره بکنم به نسل کشی هزاره ها بپردازیم که اینها را باید راه حل را برش پیدا بکنیم و جلوی اینها را باید بگیریم. قطعا ما میتونیم در صورتی که یک مرکز و یک جریان باشه که کلگی هماهنگ با او حرکت بکنیم و این جریان قدرت مدیریت جامعه را داشته باشه که ما را از پراکندگی و سردرگمی نجات بده. فکر میکنم خیلی زیاد صحبت کردم. به هر صورت روح شهدای افغانستان شاد، بهشتی بر این جایشان باد. شما هم اگر انتقاد پیشنهاد دارین میتونید که اینجا کامنت بکنید. خدا نگهدارتان. سنترال افغانستان، صدای مردم افغانستان.